سلام، چطورین بچه ها؟ خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فشن فور لایف. تو این ویدیو چک منم نمیدونم اسمش چیه، مونلایت رو گوش میدیم از زیر تونیوان کیت سیجال پرسیکت کرم دوست دختره زیر تونیوان کیده رو قراره گوش کنیم از کانال یوتیوب زیر تونیوان کیت. من دارم کارو گوش میدم، همون لینک هم میذارم توی دیسکریپشن. به جز اون اینکه کانال یوتیوب دلول، کانال یوتیوب اسمره توی دیسکریپشن گذاشته شده، دوست داشتید چک کنید اون کانال رو، بیشتر دوست داشتید ساب هم بکنید و سر بزنید دیگه. اگه فور یانگ ها رو بچید توی کامنت، بریم سراغ مونلایت زیر تونیوان کیت سیجال پرسیکت یا پرسیکت. خب عکس کاور یک عکس بسیار اروتیک، خدای کاور باحاله. یه خورده سیجال رخ جانویک اگه کمتر میگرفت بالتر بود، ولی مونتاژی که شده باحال، کالر پلت آرت فوک جذاب، مشخص چک چک فاز لاو داره، احتمال بسیار قوی و فیف سینگل ترک آف جی اس زد ال پی آل گنگ زاخار، پرودوست با کاس فینگر و علی آنر، ساوند انجینیر فرید ایمانی، آرت فوک و ویژوالایزیشن اردلان وزیریان، ستون اردلان سالوت. آرتفاک باحاله، مونتاژ تمیزیه. مثلا به نظر من آرتفاک خفنی نیست، تمیز در اومده، یعنی ایده خفنی نیست اینجوری بگم، ولی تمیز در اومده آرتفاک خروجی، چشم نواز اون رنگ و اینجور چیزا و البته یه سری چیزای دیگه. بریم سراغ ترک. خاصه بیبی تیروزونی وان کی اصاب محصاب ندارم، من بی تو سر میکنم با سیگارم، منم دست کمی از تو ندارم، نه من این هوا رو بدون تو دست ندارم. بیبی چته تو؟ بهم بگو از چته تو نیستی کم پیدایی. قطعا دوست دختر زیر تونیوان کیده، این اول دوست دختر زیر تونیوان کیده، بعد فکر میکنم وکالیست. چته تو؟ بهم بگو از چته تو نیستی کم پیدایی. بگو برن اصلا کجایی؟ من حالم خوب نیست، چی روی مود نیست، ولی تو بیا پیشم واسه لمون دونی هستم. بیبی سعی اخلاقم ولی روم از این جوزا نزن، چون خودت میدونی حالم خوب نیست این روزا هستم. من این که حاجی جوزا نزن چون نزن. این دعیوس بازیه ملودی در میاره سیروتونی هانکید نزن. تحریرای ایرانی تور، یه ویبریشن ایرانی تور، ویبریشن که ایرانی نمیشه، کیدنس ایرانی تور نزن، پاپ فارسی توره، ویبریشن هم ویبریشن شایان یوازیه. بیبی سعی اخلاقم ولی روم از این جوزا نزن، چون خودت میدونی حالم خوب نیست این روزا هستن. من این که بالا و تا فاصلمون دونی هستن. بیبی سعی اخلاقم ولی روم از این جوزا نزن، چون خودت میدونی حالم خوب نیست این روزا هستن. منی که بالا و طاقتم الان کو طاقتم، رو دروغات گوشامو بستم. بیا فیکسش کنیم خاطراتو، دوباره میکسش کنیم، هرچی بوده رو ریست کنیم، همه این بیتارو با هم ایتش کنیم. میخوام باشم زر ریالیستیک، نگاه میکنم میبینم پیشم نیستی، سلامتی دیالی با میرم ویسکی، پشت فرمون دارم میشم ویسکی. من حالم خوب نیست، چی روی مود نیست، ولی تو بیا پیشم فاصلمون دور نیست. چرا آشتیمون دیگه بای بوس نیست. بیبی بیبی اصاب ندارم، خواست فینگر و آنر چی کار کردن؟ آنر فینگر پشت رو تو دوباره اینکسش کنیم، یه واسه نفسم جا بیاد بینم چی کار کردن. یه دیگه کلاب سانگ شد، یه دیگه بیا فیکسش کنیم، خاطراتو دوباره اینکسش کنیم، هرچی بوده رو ریست کنیم، همه این بیتارو با هم ایتش کنیم. میخوام باشم زر ریالیستیک، نگاه میکنم میبینم پیشم نیستی، سلامتی دیالی با میرم ویسکی، پشت فرمون دارم میشم ویسکی. من حالم خوب نیست، چی روی مود نیست، ولی تو بیا پیشم فاصلمون دور نیست. چرا آشتیمون دیگه بای بوس نیست. چه؟ چرا آشتیمون دیگه بای بوس نیست؟ چرا آشتیمون با چیه پس؟ دیگه تهش که تعداد قراشی که زیاد میشه، اولا مثلا بعد آشتی میگی بتونم بیو منو بوس کن، بیاد منو بوس کنه، دیگه اصلا زیاد قراشی میکنه دیگه. اوکی آشتی دیگه، عزیزم دوست دارم، تا قراره بعدی. اصاب ندارم، ندارم سر میکنم با سیگارم، من
سیگار گوش کن دیگه، من میدونم الان سیگار چی کار میکنه. خیلی احساسی شروع میکنه. عزیزم دوستت دارم، یادم میاد که تا نودت هنوز رایک فوندن ده من هست و فلان و اینا. بعد یه قاطی میکنه، کم کم شروع میکنه قاطی کردن که اینکه الان که من غریب به کی داری کس میدی؟ مادر خاندانتون هفت جدن پدر که نمیشه، ولی تو پدرت هم هست. اگه این کارو نکرد گردنمو تو لایف میزنم. لایف نه ولی تو ویدیو میزنم. کاش بودی تو هم قانون فیزیک، پیش بینید بود آسون و بیریس، نمیشه قدارمو بریس. بپر با هم بریم هایوی و دیویز، چپ کنیم از سنگش کنیم جسد، آخرین تصویر بارونی و خیس انقدر هیتیم. عجب ورسی داره. کاش بودی تو هم قانون فیزیک، پیش بینید بود آسون و بیریس، نمیشه اصلا شروع نگاه. کاش تو هم قانون فیزیک بودی، پیش بینید میشد کرد، چون قوانین معلومه منتهی به چی میشن دیگه. کاش بودی تو هم قانون فیزیک، پیش بینید بود آسون و بیریس، نمیشه پدارومو بریس. بپر با هم بریم هایی، نمیشه پدارومو بریس. کاسخل چه دست اون فیزیک، پیش بینید بود آسون و بیریس، نمیشه پدارومو بریس. بپر با هم بریم هایی به دیویز، چپ کنیم از سنگش کنیم جسد، آخرین تصویر بارونی و بعد میگه چپ کنیم مثلا قش کنیم جسد بمیریم، آخرین تصویری که ازمون صد میشه چیه؟ بارونی و خیسه. خیس توی فضای عاشقانه و اینا خیلی چیز رمانتیکیه. تو ایران بارون چیز رمانتیکیه. شمال نمیدونم اینجوریه یا نه، احتمالاً شمال باید خسته کننده باشه و غیر رمانتیک. احتمالاً اونجا هوای آفتابی خیلی سکسی و رمانتیک، چون همیشه بارونه. ولی حالا انقدر هیتی متو باد خوب ریمیکس، عزیزم به بخندت کجاست؟ حد من زدی خدمت تو باز، چیت میکنی میاری هر دست دو آسان. یا شروع کرد از چیت کردنش گفتم. سنگید بد مرد رو باش، شیاف میکنیم و شواف نیستیم، ساده و معروفیم چون آر شیاف میکنیم و شواف دست دو آسان. سنگید بد مرد رو باش، شیاف میکنیم شیاف میکنیم و شواف نیستیم. یعنی چی دوستان؟ من این لینک گروه تلگرام میذارم تو دیسکریپشن، بیایم اونجا بحث کنیم راجع به این بیت. منظورش اینه که مثلا هر اتفاقی هر دستاوردی رو میکنیم تو کون خودمون، ولی شواف نمیکنیم، نشون نمیدیم. منظورش اینه. یا مثلا خوشیامونو تو کون خودمون نگه میداریم ولی بیرون نمیریزیم. اگر منظورش اینه که خوب نگفته به نظر. ولی ورسه سیجار خیلی باحالتر از چیزایی بود که مثلا 10 تا آلبومش اندرک بود، اصلا 15 تا کار اخیر سیجار خیلی بهتر بود. کنیم و شعاف نیستیم، ساده و معروفیم چون آرتیستیم، توی اکستسیم دولاین ویسکیم، جنومون نیست حتی خدام هیشکی. توی اکستسیم دولاین ویسکیم، توی اکستسیم دولاین، توی اکستسیم دولاین ویسکیم، ها؟ توی اکستسیم دولاین ویسکیم، ویسکی آخه لاین نیست، دولاین یه چیز دیگه ویسکی. شاید منظورش اینه که تو دبل لاین همی، یه چپ راست همی، اکستسیمی، ویسکیمی. دونان ویسکیم جنومون نیست حتی خدام هیشکی، با تو نیستن صبح هم مشکی، باز شدن پرکات تازه، جلوم نداری میکاپ لازم بگیرم صف باز گازت، بمونه جای دندونم روت، روتنت کنه سنگ و منپود، لب تنبوز کاشوار زندگی. یه حرکت اوورریتد. بمونه جای دندونم روت، بابا جذب میشه سنگ رو کسی فوت نکنه، سنگ و منپود، لب تنبوز کاشوار زندگی، سهم من بود، میسوزیم با هم میشیم تهشم دود، حرف بزن بو. یه حرف بزن بو. بو یک ترم چیزه تو چتمت رو اینه بیشتر استفاده میشون چت کردن. تو چت کردن بو به پارتنر هم دیگه میگن بهشم دود، حرف بزن بو. حتی نمیدونم شاید من چه روی مود نیست، بلی تو بیا پیشم فاصله همون دور نیست، چرا عشقیمون دیگه وای بوس نیست. بیبی بیبی این طوری با هم میخندی با هم داریم کلی وایب، تو ده ژانویه من یازده آگست، اونم تونی وان ای مون لایت لای مو. نفهمیدم معنی خاصی داشت. تو ده ژانویه من یازده آگست احتمالا تولدشونو داره میگه، اونم تونی وان. اون نمیدونی منظورش چه، شاید اون من جمعشون که میشه 21 ده و 11، ولی خب منظورش یکی از منظورشونه. من احساس میکنم یه منظور دیگه هم داره از اون، شاید تاریخ قدم نورسیده مبارک. نه بچه‌م که ندارم، نمیدونم شاید تاریخ دوستیشونه.
اسم خودش هم که هست راستی تونه وان، اینم نگفتیم ولی دیگه حالا یه منظور دیگه این وسط باید داشته باشه. جام وی من 11 آگست اونم تونه وان زیر مون لایت لای موها دستا میره وقت گود نایت باز روزای خوبه اون هایلایت دوست ندارم بشتم گود وای بیا رابطه رو دوباره ببندیم به کل دنیا با هم دوباره بخندیم چشممون رو همه چی ببندیم دنیا همه سیاه‌سفید ما رنگی میخوام باشم از ریالیستیک نگاه میکنم میبینم همه چی ببندیم دنیا همه سیاه‌سفید ما رنگی میخوام باشم از ریالیستیک. یه بار دیگه نه من این لاینو میگرفتی بهتر نبود داداش، یه ذره ریالیستیکو یه جوری گفت چشممون رو همه به اون شفافیت و به اون تفکیکی که کلماتو همیشه میگه، همیشه خیلی تفکیک شده کلماتو میگه دیگه، اینجوری نیست که کلمات برن تو هم تو دلیوری زیرو تو نیمانکی تو این آهنگ که حداقل اینجوریه میخوام باشه یه ذره ریالیستیک یه مقدار یه جوری شد، اونقدر به تفکیک بقیه بیتاش تفکیک بقیه کلماتش نبود. چی ببندیم دنیا همه سیاه‌سفید ما رنگی میخوام باشم از ریالیستیک نگاه میکنم میبینم پیشم نیستی سلامتی دیالی با میرم ویسکی پشت فرمون دارم میشم ویسکی baby I'm not okay rushing to the moway smoking with my old mates thinking about her old days wonder if she's okay sniffing too much cocaine baby it's a cold she's cheating behind your back sniffing too much cocaine baby it's a cold game حالم خوب نیست چی روی مورد نیست بعد تو بیا پیشم فاصله اون دور نیست چرا آشتیمون دیگه بای بوس نیست بیبی بیبی خب این بود یک احتمالاً پتانسیلی هیت ترک از زیرو تو وان کیت سیجال و پرسیکت که نفهمیدیم آخه تلفظ درست چی هست و ترک برای کورس بعد به نظر من شروع شد. به نظرم پرفورمنس پرسیکت یا پرسیکت در سطح دوتا آرتیست دیگه توی این ترک نبود واقعا، به خاطر همین میام که احتمالاً اول شخص عزیزی برای یکی از دو نفر که حالا میدونیم احتمالاً دوست دختر زیرو تو وان کیت دیگه شخص عزیزی برای یکی از اعضای این ترک باید بوده باشه که کیفیت و فدای یه ارزش دیگه‌ای کرده باشن، یعنی آقا اون شخص داره من عزیزه حتی اگر ترکو یعنی سطح کورسی که می‌نویسه یا توانایی اجراش در حد توانایی من نباشه مهم نیست، اون باید تو این ترک باشه. خب حرکت قابل احترامیه، کاملا حرکت ریسکی و قابل احترامیه. روی کاغذ و روی فرمول این ترکو ایده‌شو به من توضیح میدادی شاید خیلی من امیدی به این ترک نداشتم، ولی خروجی که شنیدم خیلی باحال بود. پروداکشن کار خیلی به نظر من بجاست، یعنی اون سرگرم کننده بودن، انترتینینگ بودنی که تو انتظار داری از یه ترک ببینی و یه قسمت زیادیش به دوش پرودوسرها بود، الیانر و کاستینگ. من نمیدونم درام لاینر رو کی سویچ میکرد، شاید جفتشون بودن، نمیدونم سمپل کاری کی بود، نه در اصل پرودوسرها، ولی میگم یه قسمتی از بار خسته کننده نبودن و سرگرم کننده بودن ترک روی دوش پرودوسرها بود که بازم میگم من این کارم بگی توی ایده که من مثلا یه بیت میخوام بزنم اول با جیل شروع شه بعد یه کلاب شه، کلاب بدون مثلا اسنر، یعنی سه تا دراپ داشتیم، یعنی سه بار انگار ترک شروع شده بود. چی میگم ترک یهو کلاب میشد، کلاب مثلا جرزی و اینا هم نکه، یه ربطی اون ترک های جرزی کلاب یه ربطی به درامای جیل داره درامشون، خب به خاطر همین کنارم دیگه خیلی استفاده میشن اینجا، ولی اصلا جرزی کلاب نبود، کلاب سانگ بود، قشنگ این هاوس درام هاوس بود. و آره میگه میام سه تا درام لاین متنوع بود، میام تو ایده اینم به من بگی مثلا اینجوریه که نمیدونم شاید مثلا باحال شه، ولی تو خروجی باحال شده بود. واسه همینی که بچه‌ها میام میگم ایده خیلی مهم نیست، انقدر تو مرحله ایده گیر ندید خودتون رو، تمام ایده های موجود تو این ترک اگر روی کاغذ به من میگفتی، تازه منی که به این جمله معتقدم که ایده خیلی مهم نیست، مهم اجراست، مهم چه جوری اجرا کردمه، به من اینا رو میگفتی میگفتم نه بابا کنسل، اصلا چیه این، چه ایده نابیه فلان. ولی میبینیم که خروجی به نظر من خیلی سرگرم کننده بود. باز میگم کورس میتونست بهتر باشه که میگم فدای یه ارزش دیگه شده بود که منم احترام میذارم به این اتفاق، ولی خب تو خروجی تاثیر بعدش رو گذاشته بود کورس، با اینکه پتانسیلی بد نبود، یعنی مشکل مثلا تکنیکی اونجوری نش کورس، ملودیا چه میدونم لاینا یه جوری بوده که مثلا من سیگارم تنها رفیقمه بعد از اینکه تو نیستی، ولی یه دقیقه بسید من سگو بزنم به خودم خوب.
ولی از لحاظ ملودیا، از لحاظ اینکه اصلا وجود یه دختر میتونه یه رنگ صولتی بامزه این ترک بده که این اتفاقا افتاده بود، تمام این نظرها باحال بود. میگم پتانسیلی کورس باحالی بود توی اجرا. به نظر من کم تجربگی اتفاق افتاده بود. به نظرم یکی از بهترین ورسایی بود که از تیجل شنیدم توی ترکای اخیری که ازش شنیدم، و به همون مقدارم ورس زیرو تون مانکی، ورس زیرو تون مانکی اصلا بد نبود، یکم معمولی تر بود نسبت به کارهای دیگه‌اش. نمیدونم، شاید پانچلاینی دابل آنتاندرای چیزی وجود داشتی که من متوجه نشدم، مثل همون تو 10 من 11 اونم 21 و فلان، اون دقیقا متوجه نشدم از میشه. ولی در هر صورت کلا یه چیزی که شاید چکو برای من خیلی میتونست قشنگتر و زیباتر و به یاد موندنی تر کنه، چون آلردی علل قاعده من خب لذت بردم از شنیدن چک. خیلی شاید به یاد موندنی نباشه، خیلی شاید موندگار نباشه این چک واسم، اونم توی اینجور چک من زیاد این کلمه رو میگم، تجربه شخصیه. اونم مثلا خوندن از چیزیه که مختص رابطه من و این نفر دیگه است، که حالا قابل تعمیم به آدم های دیگه هم هستا، ولی چیزی که مثلا همه میگن از رابطه عشقیشون نباشه. میدونی چی میگم؟ یه مقدار چنین حالی، چنین حسی من نسبت به لیریکس داشتم، که شاید حرفایی که داره اینجا زده میشه حرفایی که من توی خیلی از ترک‌های لاو دیگه شنیده باشم، ولی میگم شاید این میتونست موندگارتر کنه، چون چرا همینجوری چرا که خوشفاز و خوشوایی بود. و میگم احتمالاً هیت میشه اینجاک. البته احتمالاً هیت میشه 50-50 به خاطر کورس. در صورت تبدیل تجربه اولی ما شنیدن چک برای من باحال بود. میگم چک اونجوری موندگاری نیست، چک سرگرم کننده یه، مخصوصا به خاطر پروداکشنش، و من مثلا 6.5 هم از 10 با این چک. شما نظرتون رو بنویسید راجع به چک. ریاکشن ویدیو رو دوست داشتید، نداشتید، فورگنگ یادتون نره توی کامنت، نداشتید دیسلایک، خیلی پشت سر هم گفتم فورگنگ هم که کلا یادتون نره توی کامنت ویدیوهای کانالو. اگر دوست داشتید دکمه سابسکرایب برای شما دوستان عزیز گذاشته شده، شما دوستان عزیزی که میاد ویدیو رو میبینید و رد میشید و اینا. آها بچه ها، یه چیزی گفته بودم توی ویدئویی یادم رفت جوابشو بدم. گفته بودم که انسان‌ها در وهله اول، در اولین برخورد به چی دقت میکنن، به چی همدیگه اولین بار نگاه میکنن، شاید نگاه مستقیم نکنن ولی به چی توجه میکنن. جوابشو تو کامنت ها داده بودید، یه سری گفتید کفش، یه سری گفتید چشم، یه سری گفتید فیزیک کلی و فلان و بیسار. جوابش برای خودم عجیب بود، چون اولین باری که خودم با این سوال مواجه شدم جوابم دقیقاً نیست مثل کفش بود، یه چیزی مثل بادی لنگویج بود، چیزی مثل استایل و فیزیک کلی بود. جوابش دسته، اونم به خاطر از زمان قارنشینی با همونه، که ما کسی که بهمون نزدیک میشد دستشو اول بررسی میکردیم، چه خداگاه چه ناخداگاه. ممکنه تو چشت داره صورت طرف رو نگاه میکنه از زیر چش، ولی حواست به دست طرفه. اونم به خاطر اینه که اگر دستش سنگ بوده یا دستش نیزه ای چیزی بود، برای ما تهدید حساب میشد و ما باید سریعتر نتیجه گیری میکردیم بر اساس چیزی که دستشه. و خیلی باحال آزمایش انجام دادن سر همین قضیه، یعنی تحقیق و بررسی کردن. یه سری از بهترین، موفق ترین، وایرال ترین سخنرانی هایی بودن که توشون از بادی جستچر که نه، هندز موومنتس. این چی میگم؟ این که مثلا اگر من میخوام راجع به یه موضوع کوچیک صحبت کنم یا موضوع بزرگ یا چیز دقیقی بخوام بهتون بگم یا هر مود دیگه ایمو بتونم با دستام نشون بدم، یکی از عوامل موفق سازی هر سخنرانیه. من خودم هم تمرینش میکنم، از این بعد حرکات دست رو زیاد خواهید دید. دیگه شدم مثل این گوینده های مخصوص کم شنوایان. همین گفتم جوابی که یادم رفته بود بگم و بگم جیشه. تا ویدیوی بعدی فو. بچه آخر ویدیوها از این مد نکته داریم، تا آخر ویدیوها ببینید تا چیزای آموزنده بهتون بگم.